سلام عزیزان، امیدوارم هر جای دنیا که هستین جور صحتمند باشین. خیلی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه به کانال ستاره سیرت ولاگز. عزیزانی که به کانال ما نو هستین، اگر تا حال به کانال ما سابسکرایب نکردین، همی حال به کانال ما سابسکرایب کنین و گزینه نوتیفیکیشن فعال کنین تا هر وقت که ما ویدیو جدید میگذاریم شما اولین کسی باشین که ویدیو ما رو تماشا میکنین. دوستان خوب و نازنین، من یک مهمونی بزرگ داشتم که در این مهمونی پدر جان و مادر جان همچنان صمیمی ترین دوستمه که همیشه بریم مثل خواهرام بوده، خیلی زیاد رو دوست دارم، در هر لحظه همیشه کنارم بوده و همچنان مهمانای بعدی ما هم برادر شما بود. دیگه واقعا خیلی روز خوبی بود، خیلی دور همی خوش گذشت، جای شما عزیزان هم خیلی خیلی خالی بود. در این مهمونی غذاهایی که من آمادگی گرفتم و درست کردم کوفته پلو بود که رسیپی رو به کانال ما هست، لینکی رو در قسمت دسکریپشن باکس بری شما گذاشتم، از اونجا میتونین از این کوفته پلو و خوشمزه به مهمونی ها خود درست کنین. همچنان زرشک پلو هم آماده کردم، خود لونگ و کباب کوفته همراه با سس مخصوص، سالاد اولویه، میرزا قاسمی و همچنان کباب مرغ. این غذاهایی بود دوستان عزیز که در این مهمونی ما درست کردم. اینجا هم طوری که میبینین این کلچه های خرمایی خوشمزه یک روز پیش از مهمونی آماده کردم همراه با شیرنی دانمارکی و کیک، که دوستان عزیز رسیپی ای کلچه های خرمایی به کانال ما هسته که من قبلا درست کردم، واقعا خیلی خیلی خوشمزه. لینک یور بری شما در قسمت دسکریپشن باکس گذاشتم، میتونین از اونجا نگاه کنین و درست کنین. و همچنان ای کیکی که در ویدیو تماشا میکنین، رسیپی ای کیک هم به کانال ما هسته، اگر دوست داشتین در قسمت دسکریپشن باکس برین و طرز تهیه ای کیک خوشمزه ببینین. و دوستان عزیز همچنان یک روز پیش از مهمانی بعد از اینکه من شیرنی ها درست کردم، اینجگا خواستم که کباب مرغ رم آماده کنم. اینا رم من یک روز قبل از مهمانی اخته کردم که بری اخته کردن اولین کاری که شما انجام میدین اینه که زعفران به مرغا اضافه کنین و نیم ساعت کنار بگذارین، بعد از نیم ساعت روغن اضافه کنین، خود کمی نمک و فلفل و زردچوبه، البته به اندازه ای که شما گوشت درست میکنین به همون اندازه ادویه خور اضافه کنین. بعد از اینکه ادویه اضافه کردین سس مایونز اضافه کنین، خود آب لیمو تازه، تمام اینا خود هم دیگه میکس کنین و در آخر هم پیاز خود دلمر اینا رو هم ریزه کنین و اینا رو هم خود گوشتا یک جا کنین. حتما اگر مهمونی ها خواستین درست کنین یک شب قبل اینا رو اخته کنین و بگذارین به تای یخچال و روز مهمونی اینا رو به تای داش بگذارین و یا هم به روی زغال کباب کنین، واقعا خیلی خوشمزه میشه. خب اینجگا همه تمام مواد خود گوشتا یک جا کردم و حال اینا رو میبرم به تای یخچال میگذارم تا که فردای مهمونی اینا اخته بشه و آماده بشه. و همچنان دوستان عزیز سالاد و اولویه هم در این مهمونی مد نظر گرفتم که درست کنم. اینجگاه همه در حال درست کردن سالاد و اولویه هستم، البته یک روز قبل از مهمانی بری که خواستم ز مهمانی کارام کمتر باشه. من خواستم که همیشه شیرنیا و بعضی غذاهایی که همیشه یک روز قبل اگر شما اونا رو درست کنین عالی تر میشه، مثل سالاد اولویه. دیگه من اینجا سالاد اولویه رم دارم درست میکنم، حتما به خیر سر فرصت رسیپی سالاد اولویه رم با شما عزیزان شریک میکنم. بعد از او که من تمام این غذاها و دسرار درست کردم، روز مهمانی دیگه من صبح وقت بلند شدم و همون غذاهای دیگه که مد نظر گرفته بودم اونا رم آماده کردم. شما در ویدیو تماشا کنین، خیلی خوشحال میشم که اگر ویدیو مرا دوست داشتین ویدیو لایک کنین و لطفا جهت حمایت با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین. طوری که گفتم یک روز پیش از مهمونی دسر شیرنی دانمارکی، کیک و کلچه های خرمایی را آماده کردم، همچنان
کباب مرغ را اخته کردم، همراه با سالاد اولویر آماده کردم. شما هم اگر مهمونی دارین، همیشه سالاد اولویر اگر ماین به مهمونی خود درست کنین، یک روز پیشتری کار انجام بدین، واقعا در طعمی و تاثیر داره و خوشمزه تر میشه. اینجگا هم روز مهمونی دوستان عزیز، مهمونی من از طرف چاشت بود. من صبح وقت بلند شدم تا که تمام کارام پیش بره. من همیشه که مهمونی دارم عزیزان، برنامه ریزی میکنم و طبق همو برنامه ریزی کارا خور انجام میدم. این باعث میشه که من خسته نشم روز مهمونی و تمام کارام سریع انجام بشه. شما هم اگر مهمونی دارین، همیشه برنامه ریزی کنین، چرا که اگر برنامه ریزی کنین هم خسته نمیشین و هم تمام کارا شما طبق برنامه پیش میره و به سرعت انجام میشه. دیگه دوستان عزیز، فعلا من در حال درست کردن لونگ هستم، یکی از خوشمزه ترین غذاهای اصیل هراتی که من تا حال دو بار ویدیو درست کردم که لینک یور بری شما در قسمت دیسکریپشن باکس گذاشتم. حتما از این غذای خوشمزه روزهایی که دور هم دیگه جمعین با اعضای خانواده و یا هم اگر مهمونی دارین آماده کنین. من مطمئنم که از طعمی و خوش شما میایه. و غذای بعدی که من درست میکنم میرزا قاسمیه، طوری که در ویدیو بری شما نشون دادم. من بادمجونانم یک روز قبل از مهمانی کباب کردم و اینا رو گذاشتم به تای یخچال، بری که خواستم که روز مهمانی کارام کمتر باشه. فعلا هم در حال درست کردن میرزا قاسمی هستم که یک نوع غذای ایرانیه که واقعا یک طعم خاصی داره عزیزان. حتما به خیر سر فرصت رسیپی رو خود شما هم شریک میکنم. ویدیو رو تماشا کنین. خیلی خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو لایک کنین و لطفا جهت حمایت با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین.
تشکر عزیزان که تا این لحظه با ما همراه هستین. طوری که در ویدیو تماشا کردین، من میرزا قاسمیر آماده کردم و لونگ هم در حال آماده شدنه. به فاصله ای که لونگ آماده میشد، طوری که در ویدیو دیدین، من همو شیرنی هایی هم که یک روز قبل آماده کرده بودم اونا رو به ته ظرفا کردم تا که کارام کمتر بشه و فعلا هم اینجگا در حال درست کردن این کوفته کبابای خوشمزه هستم همراه با ساس مخصوص که حتما به زودترین فرصت رسیپی این کوفته کبابا رو همراه شما عزیزان به اشتراک میگذارم. و ای هم دوستان عزیز سالاد آلوویه که من یک روز پیش از مهمونی آماده کردم و فعلا آماده شده، شما هم حتما به همین شیوه آماده کنین، خیلی شیک و مجلسی میشه. دیگه من خواستم تا فاصله ای که کوفته کبابا همراه با لونگ آماده میشه سالاد آلوویه رو تزیین کنم. ویدیو رو تماشا کنین، خدا کن از ویدیو لذت ببرین و تا آخر ویدیو همراه با ما باشین. خب دوستان، خوب اینجگا همو کبابای مرغی که من یک روز پیش مرینت کردم به تسینی داش کردم که بگذارم آماده بشه. غذاهایی که من مد نظر گرفته بودم آماده شده، فقط خواستم که به مرحله آخر کوفته پلو خود زرشک پلو رو بدم بگذارم بری که مهمونا هم در راه بودن و خواستم قبل از آمدن مهمونا پلو هم دم بگیره. دیگه تمام کارام خلاص شده بود دوستان عزیز، بری که من برنامه ریزی کرده بودم طبق همو برنامه ریزی کار آخر پیش بردم، دیگه هیچ کاری نداشتم. دوستان عزیز، رسیپی ای کوفته پلو خوشمزه به کانال من هست، من قبلا ویدیو درست کردم، لینکی رو در قسمت دسکریپشن باکس هست، حتما بری اعضای خانواده خو از ای کوفته پلو شیک و مجلسی آماده کنین. تشکر عزیزان که تا این لحظه با ما همراه هستین. مهمونا همگی برسیدن طوری که در ویدیو تماشا میکنین. ما خواستیم که به همون رسم و رواج خود ما سفره پهن کنیم و این هم غذاهایی که من آماده کردم واقعا جای تک تک شما عزیزان خالی بود. کاش که شما هم می بودین که با ما یک جانوش جان میکردین. دعا میکنم که شما هم همیشه در کنار عزیزا خوش و سلامت باشین و همیشه در کنار همدیگه خوب به خوشی و شادی و سلامتی زندگی کنین.
تشکر عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. ای بود از ویدیوی امروزمه که خواستم با شما خوبان هم به اشتراک بگذارم. خدا کنه از ویدیو لذت برده باشین. خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو رو دوست داشتین ویدیو لایک کنین و با دوستان خود هم شریک کنین. شما هم هر جای دنیا که هستین همیشه در کنار عزیزا خوشحال و سلامت باشین و فراموش نکنین که خیلی شما رو دوست دارم و تشکر یک دنیا از اینکه همیشه بریم کامنت های خوب و مثبت میفرستین. شما هستن که ما هستیم. هر جای دنیا که هستن همیشه خوش باشن. تا دیدار بعد و ویدیوی بعد، خدا نگهدار.